سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم این اپیزود اپیزود بیزنس یک, یک و سه بعد صد و سه. بعد از اون برم میخواستم راجع به منتوری و یه حرفا صحبت بکنیم در این که من تو چند وقت اخیر خیلی از بچه های ریکوست گرفتم که اگه میشه تو بشو منتور ما با از این حرفها دیگه, دیگه لولی که در واقع نمیشه هندلش کرد و ما با یه آیدیا کمک کردیم گفتیم حالا که این همه آدم مثلا داره لذت میبره بیایم مثلا یه دونه منتورشیپ بزنیم که بتونیم چیز بکنیم که بتونیم مردم رو کمک بکنیم کاری هم که مثلا شروع کردیم کردن اینه که من گفتم آقا من برای هر سشن 200 دلار شارژ میکنم میشینم بیزنس رو گوش میدم حالا تکنیکلی الان آمین که اینجاست اولین کسی هستش که تکنیکلی من کمکش کردم میتونی بگی توی مثلا امسال بعد گفتم که اگه میشه آمین بیا یه در واقع تجربه تو بگو خیلی جالبه و ببینی دیویست دولار میتونه چیکار باید بکنه یه مثال آمین حالا آمین خودتو یه معرفی بکن سلامت بکن ویدیو قبلی خیلی حرف بودی همه شاکی بودن <applause> سلام بچه های چنل چوبان راستگو دمت کرد ما رو دعوت کردی داستان منتورشیپ واقعا چیز مهمیه من خودم خب سویل و از طریق یکی بچه ها میشناسم و با هم آشنا شدیم و میومدم مثلا پیشش چیل میکردیم تا من یه بیزینس آیدیایی داشتم اومدم بهش گفتم گفتم خب سویل بیزینس بلده و مثلا منتر از همه اینا چندبا... به بیزینس من نداشت نه من هیچ کنه تو آره. کرده باشم آره, آره تو مثلا سیکشن توریزم و کارهای توریستی و اینا بود و من اومدم گفتم نظر سوهل رو بپرسم خب کسی که مثلا قطعا کارای بیزینسی زیاد کرده و مهمتر اصلا همه اینکه فیل کردی گفتی آره با... اون خیلی مهمتره وقتی فیل لحبی... کرده باشی میدونی آره. چ... چی باعث شد که این زمین بخوره برای یکی بیزنس هیچ بیزنسی فیل نکرده باشه و بخواد به مردم بیزنس یاد بده یه خود سخته چون این آدم یا انقدر پول پشش بوده یا کانکشن پشش بوده اصلا نفهمیده بیزنس واقعی چیه فکر کنم مثلا بابات صاحب فیسبوک باشه بعد تو مثلا شروع شورت تولید کردن بعد میگی بابا میشه به تمام آدم های دنیا اولین چیزی که نشون میدی شورت من باشه بابات هم میگه آره خب تو ضعف شیش من میشه که مرفتن شورت های دنیا فقط به خاطر بابات اون نمیتونه به کسی که بده چی بگه میگه بار فیسوی تبدیل کنم خواهی بلد بودم که خودم میفتم میکرم نمیخوام بدون پول چجور بکنم حالا داستان امین این بود که میگم یه داستان میخواست بکنم توی برای چیز برای توریسم یه برنامه ای داشت کاری این برنامهش چیه اومد گفت آقا من برای این برنامه میخوام یه دونه اولین چیزی بود که گفتم وبسایت بگیرم اسم فلان همون اون زام داشت بخرتش قیمتش بود چقدر دومینی که من می‌خواستم بخرم 4000 دلار قیمتش بود که حالا پیمنت پلن و همه اینا هم داشت به سوهیل اومدم گفتم آقا این دومین هم فقط پول اسم ها. یعنی هیچ چیز دیگه اینا اسمی که مثلا فلان چیز دات کام که سهیل یه ادوایس خیلی خوبه اومدم بهش وبسایت نشون دادم گفتم برو اینجا اسمی که دوست داری بزن این برات میاد هزار تا اسم انتخاب میکنه و از این هزار تا اسم همشون هم وبسایتشون هست که اومد انتخاب کردیم. یعنی وبسایتشون نشون نمیده اونو تا اینو امتحان کن اگه با هیچ از این اسم حال نکردی برو همون که میخوای بخر بعد با یه اسم حال کرد به اسم vancouvertrips.com که خیلی اسمش خیلی خفنه vancouvertrips.com یعنی هم دات کام هم اسم ونکوور توشه هم تریپس یعنی همه چی داره توضیح میده که تو بیا تو تریپ ونکوور چیکار کنی 99 سنت قیمته <laughs> قیمت <سؤال> سالیانه دومین هست 99 سنت <تصفح> یعنی از 4000 دلار شد 99 سنت تو یعنی تصور کن <تصفح> <تصفح> الان 200 دلار اممی به من داده 99 سنت هم خرجش شد 201 دلار ولی الان 4000 دلار سیف کرده یعنی 3799 دلار جلوه اولین <تصفح> چیز بعد یه هفته گذشت کاراشو کرد و هر چیز کرد و گفتش اومد گفتش که آره رفتم از این ور اون ستاپ کردم آدم های متفاوت دیدم وبسایت برش دیزاین کنن ارزون ترین چقدر بود قیمت های مختلف و یعنی ارزون ترین رو خیلی نمیشه روش حساب کرد چون یارو مثلا تو سریلانکا نشسته انگلیسی به زور صحبت میکنه ولی اینکه بیاد آیدی های من بفهمه خودش یه بحث دیگه است ولی من اومدم گفتم آقا قیمتی که میدونم مثلا ریلایبل و طرف برام در بیاره حدودا 40 تا 50 هزار دلاره که یکی بیاد وبسایتو برام در بیاره و آماده اینم بودم که این پولو بذارم آره داشتی میرفتی توش یعنی قرار گفته گفتم که حتی چون شش ماه بود من در تقریبا درگیر این موضوع بودم و تحلیل و, و آره تصمیم و مشورت و همه اینا در واقع یعنی یه یادم خیلی خنگی که نیست یادم زرنگ توی همین کار کار می‌کرده، دو سال تجربه قبلیش همینه این اومده میخواد یه وبسایت در واقع در درست بکنه که همین سرویس ها رافر بده و رفته بود بعد 6 ماه گشته بود ارزون ترین قیمت بین 15 تا 20 هزار دلار پیدا کرده بود گران ترین قیمت 250 هزار دلار 250 حالا ما اونو کاری نداریم میگه اونی که خودش انتخاب کرده بود میخواست بره 40 هزار دلار میخواست براش بده بعد 40 یا 50 نمیدونم چقدر 40 آره قیمت هایی که به رنجش رنج حدوداً بین 40 تا 50 هزار تا دیولپر مختلفی که ریلایبل هم بود یعنی میدونستم آقا مثلا من این پول رو به این شخص بدم احتمال هیچ وقت نمیتونی بگی 100 درصد ولی احتمالا 90 درصد یارو کارو جمع میکنه تو ددلاینی که میگه و حالا دیگه ببین دیگه باید کی کار کنه اینقدر پول بده اینا بعدش پرسیدم که پول داستان چیه گفت یه مقدار پول خودم دارم یه مقدار میخوام از بابام بگیرم یعنی اینجوری یعنی پولی بود که روش فشار میذاشت وقتی میافت توی کار همش با. هر روز بهش ریمان میشد که بو با رفتی بابات پول گرفتی یا حواست باشه تمام پول خودت بچه گوشی این تو هرچی سیو کرده بود اینا من نشستم باهاش بحث کردم گفتم آقا تو بیا این وبسایت این وبسایت هست تو تا واسه بهش آفر کردم گفتم بیا برو این دو تا جا وبسایت رو بساز اگر نتونستی اون چیزی که میخوای 90 درصدش رو نتونستی بسازی بیا برو به یارو 40 50 هزار تومنش پولشو بده ولی تو بیا اول درست بکن کانسپت رو رام ایندازیم وقتی که چون یه مشتری میخواد بیاد بره مثلا یه دور بزنه تو یه جایی بره تا رو برگرده تو به وبسایت تو کاری نداره میاد میره تو تریپ ادوایزر میاد میره این و میره اون و اونجا بک میکنه دیگه تو رو پیدا میکنه که حالا یکم که به تو وبسایت تو چی ساختی دیگه اسمتون گوش دو تا عکس گذاشتی فلان بهش هست بعد که مثلا مشتری رسید به چه 200 300 تا دیگه داره به پول جور جو جو میکنه برو اصلا ونکو چیز تور دات بخره برو 20 میلیون بده واسه تور دات بخره چون دیگه موقع پول داری به جهنم میخوای خرج کنی میخوای هی بهترش کنی انگار که مثلا مغزتو خوشگل تر میکنی به خاطر همین باش بحث کردم گفتم نکنین این کارو این پولتو نده و من میدونم چقدر وبسایت درست کردن سخته چقدر داستان داره بعد درست میکنی کار نمیکنه و صفحش میدی فلانش کجه خیلی داستانه اصلا چیزی نیست که بگیم درست کن یا هم درست کنه حتما کار کنه حتما کار نمیکنه صد درصد هم بهت میگم اینجوریه بعد ده دفعه بری جلو عقب و درستش آره. کنی بعد مخشو زدمو و خلاصی وبسایت درست کرد وبسایت چند بود هنوز هیچ پولی نایدی وبسایت مجانی یعنی آره یعنی از 40000 دلار شد صفر آره ت... تکنیکلی آره مثلا حالا اگه بخوایم دو ماین خودمون رو وصل کنیم به شو اینا مثلا میشه ماهی هفت دلار <applause> اینم بگم اون وقت گفتش که خب آره همه چیز خیلی خوشحال بود که آقا 40000 دلار اینجا سیو کرده دیگه نه بعد وایس واسه این کارت انجام بشه 400 دلار توی اون اسم سرچ کرده اسم هم که داره از اون چیزی که داشته حتی شاید بیشتر دوست داره رو درو بخاطر اینم الان 44000 دلار جلوه برای 200 با ما حرف زدن بعد اومد روز سوم ما گفت که یعنی هفته سوم یا حداقل دفعه سوم که راجع این بیزنسش صحبت کردیم گفتش که اوکی دیگه همه کارشو کردم ولی میخوام دومین خودم باشه یعنی تو این وبسایت مثلا ویکس که الان درست کردم یا ویکس باید بگم درست ویکس. ویکسی که درست کردم ام... اون بالاش مثلا زده اسقرقلی به خاطر همین من اینو میخوام عوض کنم و ویکس میگه باید ما 7 دلار پول بدی گفتم که نمیخواد ما این هفت دلار چیه یعنی هفت دلار هم نذاشه من <applause> من آماده بودم برم مثلا چهل هزار دلار پول یه داستانی بدم که داستان جمع شه این بیزینس رو شروع کنیم کار کردن و اینا کامیس هم که یعنی برازیم که گفت آقا چهل هزار دلار نهی گفتم اوکی راست میگه خب چهل هزار دلار برای چی بدم و اونا ندیدیم بعد, بعد دومین هم بیخیال شدم گفتم واسه چی چهار هزار دلار پول مثلا دومین و اینا بدهم. اونم اونم خیال شدم بعد رسیدیم به هفت دلار یعنی مثلا تو حساب کن چهل هزار دلار به اضافه چهار مثلا بگیم, بگیم پنج حدودا پنج دلار هزینه کلی بود که من آماده بودم خرج کنم بعد من با سوهل صحبت کردم همه خرجه اومد پایین رسیدیم به نقطه ای که گفتش که گفت من دیگه آماده بودم آجی مای هفت دلار رو بدم برای اینکه مثلا دامین وصل شد و یه حالا چیزی به معرفی کرد <applause> گفتم که خب به جان که دامین رو وصل کنی برو از همونجا که دامن رو خریدی فوروارد کن به این آدرس اسقرقلی دیگه مردم که وقتی میان میزن ونکور دات کام اون بالا دیدیم مثلا اسخر قولی مهم نیست چون با ونکوور دات کام زده اومده بعد تو وبسایت تو می‌نویسی Vancouver.com دات کام پس دیگه دیگه مطمئنه که این وبسایت درسته و اینا باشه میفهمه دیگه میگه روبیکس کار کردن الان هم میفهمه چه میگه مثلا پروفشنال نیست و کسخلی سویل و اینا اینو میفهمم ولی چیزی که هست تو الان تو هم پروفشنال نیستی میفهمی چی تو یا نمیشه بخوای بیزینس شروع کنی نه. کسی الان تو مشتری از دست نمیدی که به خاطر اینکه وبسایت دومین خودش نبوده دایمه. ولی اگه مثلا تو به 20 تا مشتری برسی یعنی فقط 20 دفعه ما اوردر رو بوک بکنیم من همون روز به زنگ میزنم میگم که امروز همین امروز وبسایت برو اون سه رو بده که دومین بیفته رو خودش روی اون ستاپش کنه ام... یعنی هر چیزی جایی داره وقتی داره بعد من چون نزدیک تا مثلا چند تا 30 تا 40 تا بیزنس داشتم دیگه خودم مثلا نمیدونم چند تا بذارم یه چیزی بیارم بتونه بدم خیلی جالبه حالا تا سویل بره بیاد برای همین مثلا موضوعی که در واقع سوئیل بهم گفت چه جوری اصلا وبسایت رو وصل کنی و چه جوری بتونی بدون اینکه پول به ویکس بدی اون هفت دلار ماهیانه رو چه جوری بدون اینکه اونو بدی میتونی دومین رو استفاده کنی یعنی مردم اون وقتی بزنم تو اون بار بالا مستقیم ببرات تو وبسایت من اصلا اینو نمیدونستم و تا صبحم میگشتم مثلا من آماده بودم که مای هفت دلار بدم همه چی وصلی و خوب پیش بره قضیه که سوهیل بسن برگشت بهم گفت و اینا همه تجربه است یعنی تا صبح هم من میگشتم مثلا نمیدونستم همچین آپشنی وجود داره که تو بیای مثلا دامین رو فوروارد کنی به یه جای دیگه هیچ کسی هم بهم نگفته بوده تا مثلا من تو چهار ماه اخیر با بیشتر از 60 تا دیولپر صحبت کردم یه دونشون نگفتن آقا تو میتونی یه همچین کاری کنی ولی سوهیل مثلا در عرض ده دقیقه اومد بهم گفت آقا تو اصلا هفت دلار هم نمیخواد بدی بچا دمتون گرم ببخشید خب آقا من پیدا نکردم تکنیکلی ولی اینا کن اینا همه بیزنس کارت های منه مثلا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت این هم آخرین بیزنس کارت هم بود و من کلا بیزنس کارتی نبودم از این نشون بدم برای اینکه این دوربین زوم هم بندازیم خیلی سکسی و ساده و این چه این جوهره بودی اصلیه بعد این من کنن نمیزدم مثلا بیزنس کارد فقط این رو مثلا ببینید که همون مثلا اول که میزدم سال مثلا 2006 دیگه دیگه بیزنس کارد نزنم آره دی به ببین اینا همه تجربه است یعنی آره اینا رو شما میبینی اینا یعنی مثلا یه تاکه... داستان پشت شده آره یه داستان بعد من خودم الان فهمیدم مثلا با اینکه یه جورایی تقریبا میشه گفت بیزینس اولمه که خودم دارم از صفر حالا سهل هم کم کمکم کرد برای این موضوع ولی تقریبا تنهایی مثلا شروع کردم تمام تحقیق کردن و بیزینس پلن در آوردن و همه این داستان ها با اینکه هنوز بیزینس لانچ نشده ولی کلی چیز یاد گرفتم یعنی حتی بیزینس رو لانچ هم بکنیم فیل بکنه من اون آدم قبلی نیستم من هنوز بردم چون خیلی چیز یاد گرفتم حالا حساب کن مثلا یکی مثل سویل که این همه بیزینس لانچ کرده تجربه ای که داره غیر قابل مقایسه است با کسایی دیگه حالا میگم الان من منم این فی که گذاشتم نسسری به خاطر دوال درآمد نبودم میخواستم آدمی که 100 درصد جدی راجع به کارش بیاد جلو چون میگم تو یک ویدیوم گفتم من مثلا یارو میگفتش که من یه آیدیا دارم باش صحبت میکنم یه ساعت بعد میبینم مثلا یارو واقعا آیدیایی نداره یه پسر مثلا 15 ساله از توی مثلا تبریز نشسته تو تخت خوابش یهو گفته من میخوام مثلا کفش نایکی بفروشم تو ایران یعنی اصلا معلومه چه حسابی این یعنی حرفو زده می‌تونه نمیتونه فقط یهو با یه ایده کمک کرد. و من گفتم که خیر من نمیتونم به مردمم لطفاً جدی باشین چون اونم واقعا تو مغزش فکر فکر جدیه من گفتم که آقا از این به بعد اگه کسی میخواد 200 دلار بیاد بالا که دیگه تو میدونی جدی آره دیگه, 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 دیگه سر وقتی من بهت میگم میای با هم صحبت میکنیم عددو آماده داری اگه باشی تو پاچه خودت دقیقا خلاصه اینم داستان شه ده تا سشن هم میخوای بگیری میتونی بگیری ولی بهتره تو یه سشن تمومش کنی الان بیزینس کانسالت اینجا هم همین یعنی اون فیه رو میذاره مثلا 800 دلار ازت میگیره فقط بیزینس پلن رو ریویو کنه برات بگه مثلا برو اینجا شو درست کن نه من نه خیلی پایین من نفهم چک کردم قیمت رو دیدم آره ولی برای اینه که مثلا دقیقا برای همینه که مطمئن باشی آقا تو میخوای اون بیزینس رو را بندازی نه اینکه مثلا یه چیزی به ذهنت رسیده یه ایدهی رو کامل روش بخوابی بعد بعد که مثلا دیدی به درد میخوره اینو تازه بیای مثلا با سوهیل صحبت کن یا برید با یکی صحبت کن من خوراکم بیزنسی که جدیده یا بیزنسی که توی حرکت و مشکل داره من بیام نگاه کنم ببینم به میام مشکل چیه اینو تو عوض کن تو درست کن گوش دادی میری بالا گوش ندی هیچی نمیشه یعنی اونش تقریبا 100 درصد اون دست خودته ولی در دیگه من این سرویس الان گذاشتم کسی دوست داره آدرس امین این امینه ها آدرس امین توی اینستاگرام گذاشتم اینجا تو دیسکریپشن میذارم هر خواست با امین تماس بگیره ستاپ کنیم بعد دیگه ما هم قرار میذاریم و صحبت میکنیم آبیسی مدد بچه خارج از ایران بیشتر میخوره چون که من تجربه اینجام بیشتر من با قانون و منطق اینو میام جلو تو ایران خب بی خود خر تو خر به درد خیلی بچه ها نخوره در هر ولی در صورت امکان نداره همون ده هیچ ده جایی نیست که نباشه ده مثلا بتونم کمک کنم واقعا از بچگی هم همیشه اینو داشتم یعنی هر بیزنسی که وارد میشدن به یارو میگفتم آقا اینجا مشکل داره اینجا مشکل داره به همیشه بیزنس دار... بیزنسی از دستم عصبانی می‌شدن دست مثلا میگفتن که خب همینه که از ما اوکی این با موضوع بعد چرا نمی‌فهمم هم دیوونه رو نکن یکی اومده داره بهش فیدبک میده اینجا داره قضیه ایگو آره سر ایگو یارو <detriment> حالا دیوونه گفتم دوت من دارم نز... مثلا یه دفعه یه رستوران دفع دفع ایرانی, ایرانی زد اینجا پک میرفتی توش آقا بشقاواش بخاطر تا 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 تکون میخورد خب بعد من بهش گفتم که ببین اگه یه دونه دستمال بذاری رو میزد بشقاوا بذاری رو دستمال هم شیکتر به نظر میرسه هم دیگه تکون نمیخوره یه ای به من این زن شوهر دادن امرو یادم نمیره که گفتم دود من به غیر اینکه دارم به تو خوبی میکنم چه کاری کردم که تو الان دست من شاکی شدی ناراحتی خودت نفهمیدی حالا الان من بفهموندم الان فهمیدن بدت میاد نه مرد بهش دستم شده برمیخوره بر آره نه <تصفح> <متصفح> <تصفح> <تصفح> یعنی همین چیزه کوچولو جذب میشه چون مثلا تو میگه میگه آقا من 20 سال بیزینسمو دارم راه میکنم تو مثلا اومدی من بگی من چیکار کنم اون همون بحث ایگو هست. آره مثلا فقط کافی دو تا شعبه هم داشته باشن دیگه خدا رو مگه با من خودم دو تا شعبه یا مثلا پنج تا شعبه 50 هزار تا داره یعنی آروم باش یعنی خن هیچ جای داستان نگرفتی خلاص خیلی این من تو این چیز خیلی خوبم و خیلی علاقه دارم یه بیزنس رو نگاه کنم ریویو کنم بهترش کنم از بچگی آرزوی من بوده حالا الان که یه سیستم شده یعنی در واقع من پوش شدم هول داده شدم توی این انقدر هر روزیش نشد 12 تا 20 تا مسیج میگیرم که من میخوام میشه منتور من بشی من این داستان رو خواستم تعریف کنم اینا خب من نمیتونم روزی 20 نفر رو باشون صحبت کنم چون روزی 20 ساعت ندارم وقتی که این همه کارم دارم و زندگی و خانه و دو همه چی گفتم خب اینجوری میذاریم که خود تمیز کنیم و اگر دیمند زیاد بشه قیمت ها اتوماتیکلی میره بالا چون اگه دوباره هنوز روزی 10 نفر بیان ریکوست بدن خب من نمیتونم که به همه بگم اوکی بعد یارو دو ماه طول حرف بزنم بازم از این فرصت استفاده کنی نگی نگفتی یا حال کردیم بیاین یه ساعت میتونه وسط ده هزار دلار سیف کنه و بهت کلی اطلاعات جدیدم هم بده یاد بده که خودتو بهتر کنی فکر هم میکنی بلدی دمت گم برو موفق باشی بازم سگ حرفی که میزنه شرف داره به مثلا کسی که رفته 20 سال تو کتاب بیزینس خونده یعنی فرق اوگه. کسی که بیزینس را انداخته فکر میکنم همینه چون اونی که تو کتاب خونده فقط تو کتاب خونده نمیدونم اگه بچه های شنیده برمیشون حتی خود بدونی من رئیس دانشگاه SFU که یکی از بهترین دانشگاهی مثلا کانادام هست رئیس دانشگاه نه یکی از پروفسورها. ها یعنی رئیس پروفسور ها خوشم پروفسور درس میده اومد به من گفتش که سوهیل مدرسه برای تو ساخته نشده من واقعا به جونم گفت there is nothing we can teach you. فکر کنم پروفسوره دانشگاه دارین میگه که پشم یعنی بر دین دارد. دانشگاه. چون شبش تو دانشجو گرفتن <تصفح> اومده گفته برو نمیخواید بعد که گفتم ما ایرانیم بعد درس خونیم یه مثال هاکی پلیر برام زد. <تصفح> گفت ببین یه هاکی پلیر 18 سالگی هم میاد بیرون اگه بر هاکی بازی کنه تو 22 سالگی مثلا 100 میلیون پول در میاره. ولی اگه 22 سالگی بیاد بیرون هیچ کی مثلا قوابشم نمیکنه. واسه همین 100 میلیون در نیورده 100 هزار پول مدرسه داده 100 میلیون 100 هزار دلار عقبه دقیقاً چه جوری این دسیژن خوبیه تو هم همینی نه مدرسه برو دنبال کار تو تو مدرسه داری خود عقب میندازی بعد دیگه مثلا ببین واسه می یادم میاد که کلا مغزم میذیشم فهمیدم که اقتصادیه یعنی با بابازوگ هم دریاس اینطوری بوده که رقم بود گفتن فهمیدم چیزی گفت این چه اقتصادیه بز اقتصادی البته مدرسه رو من میگم دیفیم نکنیم و من خودم از مدرسه اومدم بیرون و اینا ولی نظر من راجع به مدرسه اینه که برای کسی که آقا هیچ هدفی نداره نمیدونه چی کار میخواد بکنه تو زندگی یه گایدلاین هایی میده به اون شخص یعنی آره من تازه هم اقتصاد کنم هم کامپیوتر ساینس تو مدرسه دیگه یعنی منم سایت مدرسه شو دیدم یعنی که مثلا من نمیدونم مدرسه چیه فقط تو گرفتم و من من چون تو مدرسه بودم بیزنس هم, هم میزدم و سال سوم یه سال یه سال مونده مدرسه بیزنس هم گنده شد که هزار دلار استودیو لون دادم این سال هم 490 بود دادم سال 4 شیش 6 ماه رفتم 6 ماه دوم معلمه گو گفتم دیگه نمیرم مرسه من فقط یعنی مدرکت هم نگرفتم مدرک هم نگرفتم اوکی. چون که 4 تا کورس بردارم تمومه چهار تا ام. یا 5 تا کورس دتس یعنی تو یه سمستر سم میتونم تمامش کنم ولی گفتم آقا رئیس دانشگاه من میگه می نه یا خب من تو میخوام دانشگاه حرفی که اون شخص تو زده از صد تا مدرک بیشتر همین میگن دیگه گفتم نه. بعد دعوتم کرد یه دونه چیز یه دونه سمینار توی اس که سالی یه بار میذارن برای کسایی که توی اس درس خوندن و موفق شدن بعد میان به بچه توضیح میدن که کجا درس خوندن چیکار میکنن چه چی موفق شدن که شما مثلا فالو کنی اونا رو منتور در واقع بعد همین رئیس دانشگاه از من درخواست کرد که بیام تا امروز من تنها کسی هستم که هنوز گریجویت نکرده بود در شده یعنی تمام کسی که اونجا بودن من اون موقع مثلا چه 24 سالم بود جوونترین آدم سه سال قبل از اینکه من بدون میام گریجویت کرده بود جوون ترین یعنی مثلا جوون ترین آدم مثلا 48 بود بعد این مثلا 55 بعد این 65 همه آدمای سمبولا بعد یه یعنی دونه من چاغات بعد آخر شب که تموم شد تمام بچه ها خوبن دو سر من همه از من سوال میپرسیدن از این حرفا قبل که اینکه من خواهی کردم چون گفتم کجا برم حرف بزنم خری کی باشم به معلمه ایمیل زدم که من مریض هم نمیتونم بیام ببین میوزه کوشن اگه من میدم تو مریضی ترسیدی بیا چی نمیشه یارو دیگه میگم پروفوز ها جمع شدن گفتن یه پروفوز بشه رئیس اینو انتخاب کرده بودم چون دینو بقیه همه انتخاب میکنن زوری کنی بعد رفتم اونجا و تمومش که شد من و همین رئیس دانشگاه و دو تا پروفسور دیگه و چهار تا از که مثلا موفق شدن همه داریم راه میدیم بریم طرف ماشینا اون حرفا بعد ما پروفسور به هم دیگه میگفتن با این رئیس دانشگاه میگفتش که یادت میاد مثلا 10 سال پیش یه تایم میاد 8 سال پیش آمین اومد اینجا و همه ریختن سرش خفن شد ما هم پشم ریخته بود بعد آره, آره گفت امشب اون ریختی شد نه گفتش آره بعدش گفت دیدی دایوس می‌خواستی نیای دیدی حالا خوب شد گفتم خب خیلی باحال شد این حرفا من کلا بیزنسی هم میتونم خیلی ها رو کمک کنم دیویس تورا پولی شامه من نمیخوام جیبتو بزنم میخوام واقعا کمکت کنم اگه جدی راجع به این بیا پیش من با هم یه حالی بکنیم من عاشق این بیزنس ها رو ریوی کنم به رو بگم این هم مثال زندهشو آوردم اتفاقا مال همین هفته و دو هفته پیشه نه سالیان پیش یه بار اتفاق افتاده نه هیچ رابطه هم هیچ رابطه هم با بیزنسش نداشتم ولی تمام چیزش رو فیگرات کردم بهش گفتم اینو بکن این بده این الان خوب نیست خیلی چیزایی که میخواد توش بکنه اونا هم توضیح دادم که دیگه نمیخوام سر شما در بیام چون دیتلای خودش رو ربطی به جامعه صحبت ما نداره اینجوری نیست که فقط میگم مثلا ویب سایتت مجانی بزن اسم بیا یه چیز دیگه تنه. نه واقعا همه چیو گوش میدم. همه اگه مثلا از اینکه کارخونت کجا باشه تولیدت کجا باشه کجا استورش کنی چی بفرستی چجوری کار کنی با کی صحبت کنی چجوری گندش کنی چه برنامه های پروگرم دارن دولت خیلی چیزهای متفاوت میدونم که روحتم خبر نداره یعنی فکر میکنی همه چی رو میدونی یعنی واقعا نمیدونی من خودم مثلا تو سی و سه رو یاد گرفتم بعد از اینکه مثلا بیزنس سی و می جلو اون موقع یاد گرفتم سی بیزنس با هزار مدل داستان هنوز یاد نگرفته بودم واسه همین اگه من یاد نگرفته بودم تو این احتمال که تو هم ندونی یا یاد نگیری تا آخر عمرت هم هست این بیا یه ساعت چه ذره میتونه بزنه یه دونه شامه ولی میتونه 50 60 هزار دلار بس سیو کنه و این کلی پشت تو رو محکم‌تر میکنه امید تو بهتر میکنه که تو بیزنس رو شروع کنی بعدم کلی ساپورت هم نشون میده یعنی حالا برای همین بیزینس خود من خود سوهیل هم اومد گفت خیلی مثلا خفنه و اینا من مثلا خودم هم حاضرم هم کمکت کنم که یه سری تورا رو برگزار کنی و اینا حالا اون شرایط من اینجا چون, که چون رفاقتی که با هم داریمه آه... خب اگه کسی تو ونکوور باشه صد تا اتفاقی میتونه اینجوری پیش بیفته یعنی رسما میخواد کمک کنه چیزی که من فهمیدم مثلا همون یه بیزینسی که با هم دیگه داشتیم یعنی 100 درصد فقط میخواد کمک کنه فکر نکنم دنبال 200 دلار باشه آره دیویسور هم خوب دیگه گفتم این شام می‌ذاریم به عشق شما میگیم دمتون گرم ولی مهم اینه که بیزنس ها رو کمک کنیم نه اینکه من دیویسور رو بگیرم در ساعت اینم گفتم اگه دوست داشتین تماس بگیرین دوستم نداشتین حتما یه منتور واسه کار خودتون بگیرین حتما از جایی که میتونین بپرسین ویدیو نگاه کنین آنلاین دنبالش بخونین خیلی اطلاعاتو میتونین مجانی پیدا کنین اگه ولی به قول کونو داشته باشین اگه هم شوشی کنه شو یه تلفن با من میتونه 67 هفته درصد اطلاعات رو تو صورتت ولی بله خب همون اطلاعات مجانی هم خیلی طول میکشه دیگه باید بگردید دیگه, دیگه و خیلی بگرده میبینی یک سال وقت تو گذاشتید ای گشتی بعد نمیدونی مثلا نقطه ضعفات چیه همه ولی اون یک سال هم من میگم باید بذاری یک سال رو باید بذاری حالا کمتر مثلا چهار ماه هم بذاری رو بیزنسه فکر کنی. همه چی بنویسی رو کاغذ. اون موقع تازه با سوال صحبت کنی رو هوا هم آیدیا فقط آیدیا به هیچ در مفت نمیارزه آیدیا خالی اون ویدیو درست کرده بودی مامانت به مهدی هی میگیم آخ آخ چی من ترکیده بودم سر اون ویدیو همون مهدی یه مغازه دار بود دل... آن... دلال... آره آره <تصفح> ولی آوه. ولی یه مغازه دار بود خب بعد برای من توضیح داد سال مغازه شو همیناشو بعد من بهش که مهدی همین امروز مغازه رو جمع کن گفت نه nah, من امید دارم فلان گفتم ببین همین امروز مغازه رو جمع کن شروع کن آنلاین فروختن یه ما به خود وقت بده نه دو ماه بگو دو ماه همه چی یواشاش ببر تو خونه از شروع کن آنلاین فروختن پست رو بنداز این حرفا بعد از دو ماه مغازه رو خالی کن یعنی بگو دیگه نداریم گفتش که نه nah, من نمیکنم و من مغازه میخوام گفتم خیلی خوب آیا مغازه کنه اینطوری کن مغازه تو اینطوری کن اینطوری کن اینطوری کن. اینتواری کن. چون این کار این تو خواستی عوض میشه امکان داره موفق بشی وگرنه این را که داری میری درصد به فاک میری دوباره کار خوش کرد بعد از 9 ماه خرد زمین یا از ده ماه خورد زمین یعنی 10 ماه میتونست خونه بشین از صبح تا شب سیگار به کشو حال کنه پول نه. رنت مغازه نده پول رنت مغازه نده بعد مغازه که پولش رو نداشت بده هر روز صاحب خونه میاد میزه تو سرش 10 ماه تو استرس وحشتناک اگه به حرف من گوش داده بود 44 میلیون جلو میافتاد مغازه 4 میلیون بود 4 میلیون حالا میلیون جلو میافتاد تو اجاره از اون ورم اعصابش راحت بود ده ماه هم کار جدیدش رو زودتر شروع کرده بود یعنی ده ماه بیشتر تجربه داشت بیشتر تلاش داشت بیشتر انرژی داشت ده ماه جوانتر بود همام اینا رو از دست داد چون برفه من گوش نداد تا امروز هم خوش میگه من اشتباه کردم این یه مغازه داره لباس فروش تو تهران حالا یه رستوران اونر اینجا هست نگنا سوشی پلیس من هدف میرم پی. مستر پی من هدف میرم اونجا همین مستر پی که صاحبشه اون میاد به کسی که با منه میگه این باهوش ترین آدم تو بیزنسه من اگه به حرف این گوش داده بودم الان پولدار بودم دو بار به من ساجستشن داده هر دو بار به شوش ندادم هر دو بار باعث شده بیناموس بشم این حرف اونها خودش میاد میگه یه مغازه میخواست بزنه سه تا رستوران داشت سوشی اومد رستوران چهارم بزنه گفتم نزن گفت من میخوام صاحب سوشه کوکودلم بشم گفتم نه این کار اشتباهه پاشو شعبه بزن داونتا مردم از وستنکو رو داونتا درایو میکنن اینجا به خاطر سوشی تو یه شعبه بزن اونجا منفجر میشی گفت نه فاصله 40 دقیقه واسه نه دو 40 دقیقه از کوم بشه بشین تو ماشین فاصله, فاصله نیستش که نه من میخوام نزدیک باشه فلان اینا این یکیش بود به فنا رفت سر همون رستوران چهارمش به فنا رفت کجا زده بود تو همین منطقه بین مکدونالد و برگر کینگ. الان هست برزیلیه آقا چهار تا شعبه چهار تا رستوران توی آه آه این داخل. فاصله میبینی فاصله رو فاصله داخل. مثلا 5 دقیقه رانندگی اصلا ت... توهم بود بعد سوشی کالیفرنیا میده 18 دلار کالیفرنیا رول سال 2006 18 دلار امرو هیچ مغازه گرون امروز نمیدن دلار آه. بعد چیز اومد فود دلیوری اومد همین اسکیپ و اینا بهش گفتم که اپ کن گفتش که نه بیش درصد میگیرن خیلی بالاست گفتم ساین اپ کن تایم مهمه الان کلا مثلا سه تا سوشی پلیس توشه تو بگی میشه چهارم فیدبک میگیری بخاطر این فیدبک میای بالا مردم بیشتر میشناسن از روی این میتونی پولدار بشی ها من بیش درصد نمیتونم بدم میگم کوشش تو قزات گرون ترین چجوری این چاغال سمن 3 دلاری میتونه بده تو که سمن 7 چجوری نمیتونی بدی نه نمیتونم اومدم خونه تلفن رو دارم دیگه رفتم از که خودم انگار مستر پیم پر کردم فرستادم براش که من میخوام رستونم چیز کنی از سکیب دیشیز بهش زنگ میزنن نمیفهمه کی بشه داده بازم میگه نه خوب بازم میگه نه بعد بل از اون شیش ماه بهش زنگ میزنن بعد شیش ماه قبول میکنه بعد تو همون شیش ماه دیگه, دیگه دیر شده بود بعد خود دوباره مستر پی میگه میگه یا آبابایی بود به اسم مثلا فرس کن میگه قولی وقتی اسکریپت شروع شد یه دونه شعبه داشت الان چهار تا دا دارن روزی مثلا دو هزار دلار هر شعبهش از اسکریپت داره میفروشه خب اون دارش به ارنا میگفت میگه اگه دور به حرف سوال گوش داده بودم مجا. الان هم 25 درصد میگیرن یعنی اون موقع 20 درصد میگرفتن 25 درصد میگیرن زمان, می زمان واقعا مهمه توی این موضوع ها یعنی داستان کامپاند اینترست هم یه جورای همینه دیگه حرفی که به زدی گفتین مثلا 18 سالگی این بسکونی خیلی فرق داره تا 23 سالگی چون کام هی زمانه واقعا مهمه یعنی هر لحظه که دست میدی فکر می کنی مثلا ده روز از دست دادی ده روز عقب میفتی ولی یه هم بینی نه خیلی مثلا عقب میافتی میفتی آره چون یارو به خواب نمیدی دیگه اتفاق بیفته دیگه میگفت نه بره. اینا میان بعد یفشاش میارم پایین میگم می پونزده درصد انقدر پرشد میگه آره 10 تا سوشی داریم نمیخوام اگه سوشی جدید میخوام بیا بعد سی درصد میخوام بالا مجبور شده با 25 درصد یا 30 درصد رفته جلو یعنی هم داره 5 درصد بیشتر میده میادم مثلا نفر چهلوم سوشی فیدبکش هم پایینه میتونست اولین نفر میتونست... باشه و با من خودم رو کشتم من آره باید. یعنی بدونن که یارو بگی رفتی براش اپلای کردی <تصفح> که اون یه مثلا نون بیشتری شد بازم باز یارو گفته نه. نه اونو ببین چه سیویلی خودش انقدر الان سوخته میاد میگه واسه همین ام... واقعا میتونم کمک کنم توی هر داستانی که باشه یعنی از مغازه تو ایران سوشی رستوران نمیدونم بیزنس آنلاین هر جا که باشه انقدر دیدم انقدر کردم انقدر فکر کردم چون بدنم فقط بیزنس فکر میکنم. و وقتی من توی غذا میخورم دارم به غذا خورم فکر نمیکنم دفعه میگم چرا سنتری داره چرا به میزش فاصله گذاشته چرا این کارو کرده چرا اون کارو کرده او اونو گشته اونجا دارم به تمام دادم به چیزا فکر میکنم خب وقتی من ده تا مغازه که میرم یه چیز میگیرم که او اگه بخوام یه مغازه خیلی خفن درست کنم مغازه یک اونش باحال بود مغازه دو اینش به بود مغازه سه بعد این تو همه چی دارم تو کشتی دارم تو هواپیما دارم تو هر جایی که میرم دارم فکر چه چجوری می‌تونه بهتر کنه چجوری میتونه بالاتر باشه اگه من و من بابام پنج کارخونه داشته برای همین من توی کارخونه داری بزرگ شدم با آدم های خیلی قوی بیزنسی خیلی چی داره از چشم و جلو دیدم مثلا من خمیر دندون من هفت نوع خمیر دندون دارم تمام مارکان رو میخرم میدونی چرا چون من بابام کارخونه دار بود میدونم تو کارخونه چه خبره یا آقای تو هست مش مشم... مشم... مشرم دلی اگه یه روز مثلا یا کونش بخاره فلوراید نمیریزه تو بچ کی میخواد بفهمه بشی. اصلا یا دم کارخونه فلوراید میاد کار، کامیونش یکی زنگ میزنه میگه اگه کامیون میخوام بعد 10 دلار دو میدم کامیون رو بده به من چون قیمتش 20 هزار میگه که بیا بعدو ببر ما دو شنبه تو بعدو ببر یه سری نداره به تو نمیفهمی که بس شنبه دوباره کامیون میاد میگه بریز فقط دو شنبه اگه میشه بشه میگم ما نمیدونیم چی شده اونم نمیفهمن اینجا بچا اینا رو میدونستم گفتم خب من از همه هفت کمپانی میخرم که حداقل دیگه چانسش چانس اینکه بدون فورورد من بخوره کمتر باشه بعد یه کمپانی رو یه, یه چیزی میدونه بهتره یه چیزی رو میدونه بعد کشیده بیرون که نکشیده بیرون منو نمیدونم الانم 40 سالم هنو دندون پزشکی نرفتم یعنی یه جوری فکر میکنم که بقیه فکر نمیکنم میفهمید چی میگم چون توش بودم دیدم اینا که جوی فکر چه جوری فکر میکنن چه جوری مردم اسکل میکنن چه جوری دروغ میگن قیمتا چه بالا و من همونا رو میتونم برعکسش کنم تو بیزنس استفاده کنم ببینم چجوری میتونم بیزنس بهتر کنم و اینو صد تا کتاب بیزینسی هم به توضیح نمیده من سوال سوال میدونه خودم مثلا کتاب بیزینس و این داستان هم زیاد میخونم زیاد مثلا روزی یه کتاب میخونم ولی حالش روزی یه کتاب کارو زندگی نه گفتی که کتاب رو یه روزه تمام میتونی بکنی نه رکوردم چهار روز بوده یه کتاب مثلا خب خفر دیگه چهار روز دیگه ولی خب هیچ مثلا غذا میخوردم داشتم کتاب میخوندم شب مثلا میخوابی همش کل روز داشتم ولی با این حال یه سری چیزا واقعا تجربه است یعنی هیچ کتابی بهت یاد نمیده و تجربه هایی مثلا مثل اینکه سوئیل میگه تو کارخونه بوده و لای یه سری آدمای خاص اینو کسی هم نمیاد بنویسه تو کتاب یعنی باید لاشون باشی باید مثلا اونجا ببینی اون فلورای در آیا رو به خاطر ده هزار دلار کمتر میده بره اینا رو باید ببینی بفهمی مثلا بیزینسش سر همین هم اپروچت فرق داره اصلا به یه دونه مثال یه من میزم این آخرین مثال که دیگه سر در نیارم خیلی مثال جالبیه یه دوست دارم اینجور که خیلی با پدر موفقی داره برج می‌سازن برج های سی و پنج طبقه ای خب دیویست و ده تا واحد هر برج سه تا بقل هم این سه قلو ساختن این 630 تا ساختمون ساختن. شوخی نیست. تو نورث ونکوور. اتوبان عوض کردن. ات یادم مثلا عوض شد یه خورده صاف میره الان پل دارن میسازن رفتم رفتن آره آره اینا این کارو کردن یعنی مثلا مثلا گفتن آقا ما عوض میکنیم آره ما میریم رو عوض میکنیم هم برای اتوبان بدن یعنی کلا خیلی گنده کل حالا اونا میخوان یه تبلیغ بدن توی روزنامه میان قوی ترین کمپانی تبلیغاتی کانادا رو که تو ونکوور استفاده استخدام میکنن خب مثلا برای فوتبال و NHL اینا اینا کار میکنن خب خیلی گندن خب اینا خیلی کلفتن دیگه پروژه 600 تا خونه دارن میسازن رئیس اون کمپانی با اینا میتینگ میذاره یعنی خودش میاد تو میتینگ چون میدونه خیلی کلفتن میخواد کانکشن میاد تو میتینگ و میرن و میان برای یه صفحه 15 هزار دلار میگیره که دیزاین کنن خب تو روزنامه. توی روزنامه روزنامه یه صفحه دیزاین میکنن قبل از اینکه فاینال اوردر بدن این رفیقم چون منو میشناسه میدونه من مغزم میگه که آقا من میخوام به یکی از دوستام اینو نشون بدم بعد اونا میگن دود بیست و مثلا آدم دیزاینر رو این کار کرده و مثلا مارکتینگ و م... کسخاله آره دیوونه بعد گفته نه بگو خب من برم نشون بدم از یعنف میاره به من نشون میده من هشت تا ایراد گرفتم از این سمه. تبلیغ گفتم اینو شو اینجوری کن اینو اینجوری کن اینو اینجوری کن این کم داره این الکی اینو وردار هشت تا ایراد گرفتم بعد دوستم اینو گفت من میبرم به این یارو رو نشون بدم دیگه من خودم شخصا خب چون من که نمیدونم تو مغز من چی میگذره واقعیتش من خیلی خیلی خودم هیجان داشتم که بدونم یارو چی میگه برای همین به دوستم گفتم که لطفا حتما وقتی به نشون دادی به من زنگ بزن بگو چی گفته من میخوام بدونم نظرش رو به این حرفای من چی گفتم خب خس یارو مثلا این کار نمی کنه اینش این باشه بعد دوستم میره و با یارو نشون میده دیدین به من زنگ میزنه به من زنگ میزنه خب چی شد میگه یارو رئیسی که من واسه توضیح دادم من نگاه کرد گفت دوستت کیه من یه دوست هم اینجوری بعد گفته تو مارکتینگ گفته نه گفته بهش بگو کار میخواد بعد گفته نه کمپانی خودشو داره مثلا بعدش خیلی خوبه سه کسی کار نمیکنه بعد گفته بهش بگو هر وقت خواست بهش بگو اینجوری جا داره واسه کار بزرگترین کمپانی تبلیغاتی کانادا خودش این وال بوده 15 هزار رو چارج کرده بسید یه صفحه در دفعه رفتن اومدن ریوایس کردن هشت تا ایداد گرفتم نه مثلا یه دونه بگاه کنم قیرمتش رو سبز حتی رنگم عوض کرده بودم مثلا گفتم اینجا باید آبی باشه چون آبی چیز تراست اینجا قیرمت گوشی برای چی نمید چرا کنم اتنشن میدونم اتنشن چی رو میخواهم میگیریم کسی که دنبال خونه تو رو پیدا میکنه تو رو دارم کافی میخونم او قرمز قرمز چیه او خونه 400 دلار خانه اون بودو بریم بخریم گفتم کسی که اینجا آب پرتقال که نمیفروشین بعد همه این بعد یارو میگم هر هشتا رو عوض کردن هر هر هشتا گوش دادن یک دلار هم به من ندادن این اون بله خلاص آقا دمتون میگم ما در بیزنس رو باز کردیم کسی میخواد بیاد کمکش کنیم I'm گیم. دمتون گرم که گوش دادین امیدوارم بتونم کمکتون کنم کامنتی چیزی دارین برام بزنین شب خوبی داشته باشین شبتون بخیر